روز گذشته از 17 ولایت امتحانات کانکورش سپری شد و قرار هست مرحله دوم دو امتحانات کانکور از روز چهارم عید قربان به خیر آغاز شود و هشت ولایت را در بر خواد گرفت که شامل ولایت های هلمند، غزنی، پکتیا، خوست، کاپیسا، بامیان و لغمان و هرات خواهد بود و مرحله سوم امتحانات کانکور که هفت روز بعد از عید قربان را اندازی شده پنج ولایت را در بر می گیره و شامل ولایت های فاریاب، جوزجان، بلخ، پروان و بغلان می و مرحله چهارم هم در ولایت ننگرهار، تخار و بدخشان به شمول چهار حوزه ای آن برگزار خواهد شد و همچنان شما می تانین بیشتر از سایت تحصیلات عالی آگاهی پیدا بکنین از امتحانات کانکور به خاطر ای که بتانین بفهمین چی وقت و چی زمان امتحانات کانکور شما هست اما اینکه که ما چیگونه خود را به امتحانات کانکور آماده بسازیم کلا به امتحاناتی که ما در پیش رو داریم چون واقعا یک استرس دارم یک نامش را میبری و میفهمی که روز امتحانات هست واقعا یک استرس را خاص را ایجاد میکنه پس چگونه بتانیم خود را آماده بسازیم کدام راه های حل وجود داره پیشنهادات یک صورت میگیره ما از استاد سید بشیر روفی دعوت کردیم تا در رابطه به همین موضوع صحبت هایی داشته باشن استاد خیلی خوش آمدین شما بخیر تشکر از شما در ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتان تمام بیننده های عزیز و مخصوصا کانکوری های بسیار محترم که من خیلی اونها رو دوست دارم به خاطر تلاش های بسیار زیاده که در طول سال های مختلف انجام میده و من عملا با اونها مواجه هستم و واقعا تلاش ها و زحمت کشی هایشان خیلی قابل قدر است بسیار خوب استاد ابتدا اگر از تجارب خودتان بر ما بگوین امتحان کنکور را سپری کرده؟ بله من در سال 1383 از لیسه عالی غلام خانه کابل فارغ شدم با در امتحان کنکور شرکت کردم خوشبختانه که سیوم نمره عمومی کنکور سال شدم به خاطر که علاقه مندی بسیار زیاد به رشته انجینری داشتم انتخاب من انجینری بود دیگه از امتحان کنکور و قبل از امتحان کنکور و ایرام یادآوری کنم که استاد ما استاد نظر محمد زلمایی بود جا داره که اینجا سلام ویژه به جناب استاد خود کنم آرزوی صحتمندی برش میکنم قبل از کنکور و دوران خود امتحان کنکور یک زمان بسیار پر از خاطره های خوب برخوردم است. بسیار خوب پس میتونیم از تجارب شما هم امروز در برنامه بگوین و کسانی که آمادگی میگیرند به امتحانات و کانکور اونا هم آگاهی پیدا بکنن و در کمترین وقت خود را آماده بسازن به خاطر امتحان کانکور چگونه ما بتانیم خود را آماده بسازیم مرحله اولش اگر بگوییم خوب است اول کانکور یک تعریف کنیم بسیار خوب خود کانکور یک کلمه فرانسوی است که به معنای مسابقه است احو. یک مسابقه مخصوصا در سطح افغانستان که برگزار میشه یک مسابقه علمی است و در این مسابقه علمی یک تعداد زیاد جوان‌ها شرکت میکنند با انگیزه های بسیار زیاد هر مسابقه نیاز به تلاش و کوشش داره دقیقاً حتی اگر مسابقه دوش باشه مسابقه ورزشی باشه در هر مسابقه بالاخره برنده و بازنده وجود داره مهم. اگر ما میخوایم که در کنکور موفق شویم اولین مرحله است که باید کنکور را بشناسیم کانکور چی است و در نتیجه ما از کنکور چی بدست بیاریم این یک مراحل مخ... اولیش هستم امتحان کنکور ام یک امتحان سخت است اگر ما اگر بگیم امتحان آسان است ما واقعیت ها نگفتیم من فقط در مورد محتویات امتحان کنکور میگم ام شاگرد بر اولین بار دوام رو خود با امتحان مواجه میشه که دوود 45 کتاب شامل می باشه قبل از این ممکن است در مکتب امتحان داده باشه و دا 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 کورس ها معمولا یک کتاب می باشه در امتحانات سالانه امتحان جغرافیا می داشته باشه امتحان تاریخ می داشته باشه یک کتاب امتحان می ته. اما در کنکوری رقم نیست سه صنف مکتب صنف ده صنف یازده صنف دوازده و همچنان بعض وقتا از صنوف پاییتر ممکن بعض سوال ها بعضی بعض وقتا خارج از صنوف دوازده هم بعض سوال ها در مجموع 45 کتاب است. تقریبا 8000 تا 10,000 صفحه کتابا میشه مزمون مضمون مختلف است پس کنکور اول باید بشناسیم امتحان ساده نیست به خاطر که ساده نیست اولین مرحله است که ما به فکر کنیم که آیا ضرورت است که ما به طرف تحصیلات عالی بریم یا نه وقتی که یک جوان فکر میکنه در شرایط فیلی داشتن دانش بالا تحصیلات عالی یک ضرورت است در شرایطی که ما زندگی میکنیم قرن 21 سال 2020 کسایی که از دانش پایین برخوردار هستند در مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، مسائل کاری به مشکلات بسیار زیاد مواجه میشن. پس بنابراین اولین مرحلهش فکر کنیم که آیا تحصیلات عالی ضرورت است یا نیست. وقتی که انسان به شکل درست فکر میکنه متوجه میشه بله ضرورت است. بعد از او تصمیم بگیره به خاطر از اینکه من به طرف تحصیلات عالی که میرم باید یک برنامه خوب داشته باشم. برنامه‌ریزی یک اصل است. چرا باز تاکید میکنم که برنامه کنکور از یک لحاظ خیلی سخت است بله اما اگر ما برنامه ریزی کنیم تحت نظر یک استاد رهنما این برنامه بسیار سخت به ما برنامه بسیار آسان تبدیل میشه و بعد از برنامه ریزی مرحله تلاش و کوشش است <applause> یک چیزی که در کنکور است موفقیت در امتحان کنکور بدون تلاش نمیشه بله. چرا در امتحان کنکور ما رقیب داریم رقیبای ما مردم ساده نیست اکثرا کسایی است که جوان هستند خود جوان موجود با انگیزه است جوان کسی است که می به موفقیت ها برسه بنابراین رقیب ما رقیب داریم در پروگرام کنکور تلاش کنیم در کنال تلاش ما باید تلاش موقتی نباشه خیلی <تصفح> کسا هستند که در برنامه های برنامه کنکور شرکت میکنن در ابتدا خیلی با انگیزه می باشند خیلی پر تلاش می باشند اما در مسیر را استقامت نمی کنند خسته, خسته اینجا خیلی ضرورت است که استادای کانکور در کنار از اینکه به شاگردای خود دروس ساینسی و غیر ساینسی درس میده باید برنامه های خاص به خاطر انگیزه دادن به شاگردا داشته باشن و متوجه حالت روانی شاگردا باشن که شاگردا در این مسیر خسته نشن و در نهایت امید خیلی مهم است بعضی شاگردا در مسیر از ابتدا حرکت میکنن ولی امید نمی داشته <applause> فکر از ابتدا به ناکامی به ناکامی فکر میکنن در حالی که گپ دیگه که در برنامه کنکور ما ضرورت داریم مسئله غرور است که باید شاگردای لایق ما مغرور نشن و شاگردای نسبتا ضعیف ما ناامید نشن یعنی می سلسله که ما در نظر بگیریم و در این پروسه انشالله شاء الله که بخیر ما بعد از توکل به خدا ان شاء الله به موفقیت برسیم بله استاد نرسیم. بعضی ها که در امتحانات کنکور کامیاب نمیشن فکر میکنن زندگی دیگه به پایین رسیده بله استاد یک برنامه مشخصی اگر پیشنهاد بدین به دوستای ما که میخوان امتحان و کانکور را سپری کنن یا امتحان و کانکور بتن یا آمادگی هم میگیرن کدام برنامه مشخص داشته باشن کدام مضمون را برنامه ریزی کنن در چی تایم که بتانن هم رسیدگی بکنن هم خسته نشون وقت ما برنامه کانکور میگیم برنامه کانکور دو بخش میشه یکی در کورس هاست معمولا بله. کورس های مشهوری از در سطح کابل و ولایات که با استادایی هستند اونجا که با تجارب بسیار زیاد شاگردان راهنمایی میکنن اولین توصیه ما این است که اگر شاگردان میخواین به موفقیت دست پیدا کنن باید تحت نظر یک رهنما باشن چون برنامه نیست که شاگرد واقعا چون برنامه بسیار ثقیل است باید لا. یک رهنما ضرورت داشته باشه و در کنارش بعد از راهنما است که در داخل خانه خود یک برنامه کانکور داشته باشه <applause> من اکثرا با کسایی که مواجه است به اونا توصیه میکنم شما دو سنف کانکور دارین یک سنف در خانه یک سنف در آموزشگاه ها که سنف برنامه که در خانه است تقریبا 70 فیصد برنامه کنکور مربوط خانه میشه مهم. خیلی شاگردا به این فکر هستن که امی که ما در آموزشگاه رفتیم ثبت نام کردیم و درس های استاد شنیدیم این امی کفایت میکنه در حال که تا نیست بنابراین در نخست میگم که از ابتدا باید برنامه خانه را فراموش نکنن و اگر دو ساعت برنامه کنکور دارن در کورس ها آموزشگاه باید ده ساعت در خانه درس بخوانم. <متحدث> <متحدث> یک حقیقت است یک وسیله باشه کورس آموزشی بله وسیله راهنمایی بله و در خانه به اساس تقسیم اوقات یک چیزی که به شاگرد کنکور ما توصیه میکنم وقتی که میخواد سنف دوازده میشه <متحدث> به طرف امتحان کنکور میره صنف دوازده و بسیار تفاوت داره باید در زندگی خود تغییرات بیاره اگر میخوای به موفقیت ها دست پیدا کنه یک شرطی است که تغییرات بیاره اما یکی از تغییرات بسیار مهمی است که با زمان ارزش بیشتر بده زمان خیلی ارزش پیدا میکنه ساعت ها دقیقه ها روزها ماها هفته ها هم همه گیش ارزش پیدا میکنه شاگرد کانکور باید استفاده از زمین از زمان بکنه و این زمان تقسیم اوقات به اساس تقسیم اوقات منظم تحت نظر استاد برنامه های خود پیش ببره چیزی که خیلی مهم است موضوع است که از چیزهایی که وقت دگه زایی میکنه شاگرد کانکور باید با یک سلسله گپا قطع رابطه کنه مثلا استفاده بیش از حد از تلفن تماشا کردن شاید تلویزیون بله باشد. بله ما بسیار چیزهای خوب داریم در زندگی مم. مثلا ممکن بعضیا به تلویزیون علاقه داشته باشه بعضیا به موبایل بعضیا ممکن, ممکن با دوستا و رفیقای خود به میله و چکر علاقه داشته باشه ولی برنامه کانکوری گپا رو میگه سا کم کو حتی در مرحله میرسه که مخصوصا فعلا زمان کنکور است کسایی که اینن... هدف دارن میخواین برشت دلهایشان باید یک تغییرات بیاره مهم. ما یک قانون داریم اگه میخوایم ما به چیزهای موفقیت های بزرگ برسیم در زندگی خود باید از یک سلسله چیزا ما بگذریم نمیشه که ما هم زیاد چکر بریم هم موبایل سعی کنیم هم تلویزیون سعی کنیم زیاد هم خواب زیاد کنیم هم خوش باشیم و هم در کنکور کامیاب شیم هم توقع داشته باشیم باید در طب کامیاب پس بنابراین گف من جمع میکنم زمان خیلی باید ارزش پیدا کنه در بشاگرد کنکور و استفاده از زمان در خانه و در بیرون از خانه بسیار زیاد تشکر استاد در برنامه های بعدی انشاءالله شما را هم می باشیم در رابطه به موضوعات بعدی هم صحبت می کنیم اگر کوتاه پیام می داشته باشیم پیام ما چون اکثرا مخاطبین ما جوان هستم ما به جوان ها یک پیام دارم که یکی خود جوانی است که خداوند برشان نصیب کرده جوانی موقت است یک فرصت زودگذر است ما بخوایم نخوایم جوانی از ما گرفته میشه از جوانی خود خیلی استفاده اعظمی به خاطر رشد عمجانبه خود بکنن یکی از کارهایی که در جوانی باید بکنن ما باید دانش خود خیلی بالا ببریم از لحاظ علمی ما جوان هستیم ما قدرت داریم توانایی داریم ما به دانش ضرورت داریم دانش دقیقا. تنها به خاطر کار و وظیفه و شغل نیست دانش ما را از جهل نجات میده ما درس میخوانیم به خاطر از اینکه از جهل و سوی دانایی بریم مهم. ما میخوایم داناتر شیم فهمیده شیم اگر ما میخوایم موفقیت های خوب در زندگی داشته باشیم شرایطش همین که باید ما دانایی ما زیاد بهم. باشه چنانچه شاعر میگه توانا بود هر که دانا بود در کنار دانش مسلکی چیزی که خیلی مهم است و تاثیرگذار است بحث ایمان است بله ایمان یک اصل است که در انسان شخصیت انسان به طرف خوبی ها میبره به طرف پاکی ها میبره جوانی اگر جوانی دو بال بسیار ارزشمند داره یکیش دانش انسان است و دیگه ایمان, ایمان, ایمان انسان است. به خداوند متعال است بسیار زیاد تشکر استاد موفق باشید سلامت, سلامت باشین تشکر از شما از شما های عزیز هم تشکر می کنم بیاین امروز هم کمک کنیم و نیروهای امنیتی, نیروه امنیتی ما با خانواده های شهدای نیروهای امنیتی ما با 44 24 تماس بگیریم دکمه یک را فشار بدیم بعد بعد 15 افغانی حساب ما کم میشه و پیامی را دریافت میکنیم به خاطر شفافیت این پروسه است فراموش تا نشه که خداوند اجرش در دنیا و آخرت نصیب شما ای میگردانه که تماس گرفتین وقف کوتاه